درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در برنامه بازشناسی باورها در روز پنج شنبه 29 تیر ماه برابر با دومین روز از ماه محرم در خدمت شما هستیم. طبق وعده‌ای که در برنامه پیشین دادیم، نیازمند یک بازشناسی نسبت به یک واقعه دینی و مذهبی که تبدیل شده به یکی از مناسک و شعائر بزرگ نزد شیعیان خواهیم بود. تاریخ اسلام برای ما بسیار مهمه، به دلیل اینکه در طول این دهه‌های اخیر ایدئولوگ‌هایی سعی کردند یک تاریخی به ما نشان بدن، به ما ارائه کنند که ما وقتی به دقت مینگریم میبینیم که این شخصیت‌های تاریخی نسبت به آن شخصیت‌هایی که ایدئولوگ‌ها ساختن تفاوت شکلی و ماهوی زیادی میکن. اگر ما به چند دهه قبل برگردیم میبینیم ایدئولوگ‌هایی همانند علی شریعتی‌ها، مطهری‌ها سعی می‌کردن در مورد وقایع تاریخ اسلام یا شخصیت‌های اسلامی کتاب‌هایی بنویسند، دیدگاه‌هایی رو مطرح کنند، جنبه‌هایی از زندگی اونها رو برجسته کنند. اما در پی ارائه اونها در یک ایدئولوژی بودند. اگر نگاه اونها به سمت سوسیالیسم بود، سعی می‌کردند شخصیت‌های تاریخ اسلام رو از دل تاریخ بیرون بکشند، آن بخش‌هایی که مخالف عقایدشون بود در اون بعد سیاسی یا بعد نظری کنار بذارند و اون جنبه‌هایی از زندگی این افراد رو که بعضن هم مناسبتی با اون ایدئولوژی نداشت رو به مردم ارائه بکنند، در قالب سخنرانی‌ها، جزوات، رساله‌ها و اینها رو از طریق مساجد و انتشارات خاصی که مد نظرشون بود ارائه می‌کرد. در دوران رژیم گذشتم گهگاه نزاعی رخ می‌داد بین روحانیون در مورد چنین شخصیت هایی. یکی از شاخصترین این نزاع ها نزاعی بود که در آن زمان بین آیت الله مصباح یزدی و بهشتی رخ داد، مبنی بر اینکه مصباح یزدی معتقد بود آن حسین، آن علی، آن فاطمه ای که علی شریعتی معرفی میکنه نسبتی با تاریخ اسلام نداره، نسبت با اسناد مکتوب اسلامی نداره و به نوعی ناراضی بود از اینکه چرا روحانیت معترض نیست. اما آقای بهشتی معتقد بود که خب درسته که او یک شخصیتی از حسین، از فاطمه و دیگران معرفی میکنه که چندان قرابت و نزدیکی نداره با شخصیت‌های تاریخ اسلام، اما در مجموع به دنبال امروزی کردن شخصیت‌های اسلامی است، به دنبال امروزی کردن مؤلفه‌های اسلامی است و در نهایت فریبکاری او باعث می شود که مردم به نفع ما اقدام بکنن، چون ما رو سمبل همین شخصیت های دینی می دونن، ما رو قاریان و مفسرین اون شخصیت ها می دونن. بنابراین بد هم نیست اگر یک دانش آموخته غرب بیاید در ایران بعد از اتمام تحصیلاتش از حسین یک شخصیت سوسیالیست بسازه. خب ما می تونیم بخشهایی از جامعه که در آن نظام از فقر یا گرفتاری های متعدد رنج می بردن رو به بهانه سوسیالیسم دعوت بکنیم. خب چه شخصیتی بهتر از ابوذر که مردم با اون آشنا هستن. حالا درسته کتاب نمی خوانند و نمی دانند که اولا مفاهیمی مثل سوسیالیسم جدیدند، مدرنند و ربطی به گذشته ندارند و دوم این که اساسا زندگی ابوذر نشانی از سوسیالیسم نداره. در جهان اسلام مؤلفه هایی مثل سوسیالیسم وجود نده، اما اونها از این تعبیر استفاده میکنن و یه شخصیتی به مردم نشان میدن و ما هم به جنبه فریبکاریش کاری نداریم. در مورد بقای عاشورا هم داستان همین بود، یعنی وقتی شریعتی میامد داستانهایی در مورد حسین و اون نگاه خاص ایدئولوژی که خودش تعریف میکرد افرادی در برابر اون موضع میگرفتن. نمونهش آقای صالحی نجف آبادی بود، کتابی داشت به نام شهید جاوید و سعی میکرد اونجا به شریعتی نشان بده که نه، آن تعبیری که شما در مورد قیام حسین ابن علی به کار میبرید
یک تعبیر درست نیست، یک تعبیر مستند و مدلل نیست. این موضوع از اونجا اهمیت داره که من میبینم خیلی از شخصیت‌های علمی ما، یعنی کسانی که تحصیلاتشون مرتبط با تاریخ اسلام نیست، پژوهش نکردن در این زمینه، کتاب‌های تاریخ اسلام رو تبرق نکردن، غالبا من وقتی با اونها سخن میگم در درون صحبت‌هاشون همان نگاهی که شریعتی‌ها، مطهری‌ها و این ایدئولوگ‌ها ساختند معیار قرار میگیره. و من وقتی از اونها میخوام خب ارجاع شما به کدوم منبع هست، رفرنس شما کجاست، میبینیم که ندارند آنچه که از تاریخ متقدم اسلامی بیاورند. بنابراین ما نسل‌هایی هستیم پرورش یافته در دامان یک تاریخ ایدئولوژیک که شخصیت‌های تاریخی اون یا نسبتی ندارند با اون شخصیت‌های صدر اسلام، یا ویژگی‌هاشون به قدری تغییر کرده که متناسب شده با مقتضیات امروز. امروز هم همینه، یعنی اگر زمان زمان انقلاب باشه از حسین یک شخصیت انقلابی میسازی، از علی یک شخصیت انقلابی میسازی، اگر پای ارزش‌های مدرن در میان باشه از علی به عنوان نماینده همون ارزش‌های مدرن نام میبریم، از حسین به عنوان نماینده ارزش‌های مدرن نام میبریم، در حالی که نشان خواهیم داد به عنوان مثال در همین سلسله برنامه ها که اساسا حسین یک بنیادگراست، علی ابن ابی طالب یک بنیادگراست، همون چیزی که شما در بنیادگرایان داعش میبینید، در طالبان میبینید، اونها هم بنیادگران، اونها معتقدن که ما دچار انحراف شدیم، بنابراین باید برگردیم به مؤلفه های صدر اسلام، طبق روایات نبوی عمل بکنیم، طبق آیات الهی عمل بکنیم و از سنت خلفا و سلف صالحه زندگی اجتماعی، سیاسی و شخصی خودمون رو سامان بدیم. در دامان شیعه هم داستان همینه، یعنی اونها اگر به زندگی حسین و علی نگاه بکنن به دنبال بنیادگرایی هن. یعنی خود علی خلافت ابوبکر، عمر و عثمان رو به خصوص این آخری ناشی از یک سری بدعت ها می دانست، بدعت هایی که از سنت پیامبر رخ داده، بنابراین او به دنبال بازگرداندن همه مؤلفه های اسلامی طبق اون بنیان هست که قرآن و سنت نبوی است. حسین ابن علی هم وقتی هدف خودش رو از قیام عاشورا و کربلا عنوان میکنه که طبق اسناد نشان خواهیم داد گرفتن حکومت است برای احیای دین جدش، یعنی امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. خب معروف یعنی آن چیزی که شناخته شده است به عنوان حکم شرعی، به عنوان یک سنت نبوی، و شما میخواید امر بکنید مردم رو به این معروف، و منکر یعنی چیزی که شناخته شده نیست، توسط دیگران آورده شد، و شما میخواید مردم رو نهی بکنید از اینکه از منکرات پرهیز بکنه، و این شاخصه اصلی بنیادگرایی است. بنیادگرایی اسلامی امروزه در صدد این است که دین پیامبر اسلام سنت او رو زنده بکنه. حالا مبانی بنیادگرایی شیعی و سنی متفاوته، اما در مجموع همه اونها به یک بنیان باور دارن و اون قرآن و سنت است. ما در چند برنامه به دنبال بازشناسی دوران زندگی حسین ابن علی هستیم و سعیمون اینه که از منابع متقدم تاریخ اسلام کمک بگیریم و در جایی که مسائل مشترک هستند سعی میکنیم از بزرگان شیعه حتی در دوران معاصر که دست به تاریخ نگاری اسلامی زدن هم شاهد و مثال ارائه بکنیم. بنابراین ممکنه که این برنامه در 3 جلسه یا 3 برنامه و یا 4 برنامه بشه، اما امیدوارم مجموع مطالبی که ما به اختصار عرض میکنیم مفید واقع بشه. ولی باز هم تأکید من این است که ما باید به سراغ منابع متقدم جهان اسلام بریم تا سعی بکنیم زندگی این افراد رو به شکل دقیق مورد دقت قرار بدیم. خب من بحث رو آغاز میکنم با اینکه حسین ابن علی خب فرزند دوم علی از فاطمه است که دختر پیامبر اسلام. بنابر دو نقل
حسین در سوم شعبان سال سوم یا چهارم به دنیا آمد، که این نقل دوم دارای قدرت بیشتری است، یعنی حسین رو باید در سال چهارم متولد شده دانست، یعنی زمانی که پیامبر اسلام فوت میکنه ایشون 6 سال حدوداً داره و چندان هم با پیامبر اسلام زندگی در دوران نوجوانی و بلوغ نداشته. حسن 1 سال از او بزرگتره و هر دوی این فرزندان علی و فاطمه از فرزندانی هستند که پیامبر به اونها علاقه منده. هرچند شیعیان سعی کردن این علاقه رو خیلی برجسته بکنن، اما تاریخ اسلام نشان داده پیامبر اسلام نسبت به برخی دیگر از فرزندان خودش هم علاقه داشته، حتی نسبت به اسامه ابن زید که پسر زید ابن حارثه فرزند خوانده اوست و نسبت به اسامه هم علاقه بسیار زیادی داشت، حتی نسبت به فرزندان عثمان و رقیه همین مسئله وجود داشته. بنابراین طبیعی است که یک پدر بزرگ فرزندان خودش رو دوست بداره، در مورد اونها توصیه و سفارش بکنه. و این مسائل رو هم شما در کتاب‌های روایی و تاریخی شیعه می‌بینید که مثلا پیامبر با حسن این گونه برخورد می‌کرد، با او آنگونه برخورد می‌کرد و مسائلی از این دست. اما به دلیل صغر سن در دوران پیامبر اسلام نکته خاصی در مورد حسین نمی‌توان گفت، مگر همین شدت علاقه پیامبر به حسین و هم جمله روایاتی که من در واقع از حسین هستم و حسین هم از من است. حسین و منی و انا من حسین، از این تعابیر خیلی به کار بود. اما آرام آرام بعد از دوران فوت پیامبر اسلام ما کمی وارد تنش‌هایی میشیم که نقش خانواده محمد بسیار برجسته است. از اینجا دیگه بحث‌های ایدئولوژیک آغاز میشه، یعنی متکلمان، فقها و گروه‌های مختلف سعی می‌کنن یک جنبه‌هایی رو به این شخصیت‌ها بدن، گویی خانواده علی ابن ابی طالب و فاطمه دائما در حال نزاع و جنگ بودن با ابوبکر، با عمر، با عثمان. اون چیزی که اهمیت داره این است که بعد از فوت پیامبر اسلام، خب جامعه اسلامی دچار یه انشقاق عظیم شد، عده‌ای از افراد از اسلام برگشتن، ابوبکر مجبور شد به مدت 2 سال، حدوداً 2 سال بجنگه و افرادی رو که از این اسلام به نوعی مرتد شده بودن دوباره به اسلام دعوت بکنه یا به اجبار اونها رو در اسلام درآوره. خب طبیعی است در مدت 2 سال هم حسین و حسن چندان دارای سنی نیستن که ما باز هم نقش اجتماعی و سیاسی از اونها ببینیم. در دوران عمر یک وقایعی رخ میده و آن حمله اعراب مسلمان به مناطق دیگره، یعنی به ایران، به شامات، به مصر و جاهای دیگر. هرچند این حملات از زمان ابوبکر تقریبا آغاز شد، ولی در زمان عمر این فتوحات خیلی گسترده شد. با گسترش فتوحات خب غنایم زیادی هم به مکه، به مدینه و به دارالخلافه اسلامی سرازیر شده بود، یعنی جهادگرانی که به ایران حمله کردند، به شامات حمله کردند، با خود اموالی رو می‌بردند در مکه و مدینه، از جمله مسائل مالی زنان و کنیزان بودند، بردگان بودند، در کنار سکه ها و اشیایی که به عنوان غنیمت می‌گرفت. خب اینها وقتی وارد مدینه شد، خب نیاز بود شما به اونها یک سر و سامانی بدید. به همین دلیل عمر تصمیم میگیره دست به تهیه دیوان بزنه. بنابر آنچه که یاد گرفته بودن از سرزمین های دیگر که آن خزانه اصلی رو به نحوی سامان میدادن که به کارکنان، کارمندان، لشکریان، دبیران، اهل دیانت حقوق بدهند، اونها هم همین کار رو بکنن. لذا عمر دیوان رو ترتیب میده و برای ترتیب دیوان سعی میکنه پیامبر اسلام رو محور قرار بده، یعنی بر اساس نزدیکی به پیامبر اسلام افراد از حقوق بیشتری برخوردار بشن. خب عباس عموی محمد رو در صدر قرار میده، بعد از اون زنان او و اصحاب جنگ بدر رو قرار میده و بعد وارد هاشمیان میشه و به همین ترتیب به شکل طبقات مختلف اینها رو دسته‌بندی میکنه که از حقوق بهره ببره.
نکته که اینجا رخ میده این است که عمر، همون کسی که خب شیعه با او به شدت دشمنه، در تهیه این دیوان و اون لیست حسن و حسین رو به دلیل اینکه خب پیامبر اونها رو دوست داشته به عنوان اصحاب جنگ بدر در نظر میگیره، در حالی که ما میدونیم جنگ بدر زمانی بوده که نه حسن به دنیا آمده هنوز و نه حسین، یعنی سال دومه، نه حسنی هست و نه حسین که بخوان در جنگ حتی شرکت بکنن یا حتی اون جنگ رو دیده باشن. اما عمر به دلیل علاقه‌ای که به اونها داشت سهم زیادی از بیت المال رو به اونها داد، در حالی که برای پسر خودش مثل عبدالله ابن عمر که چندین سال از اینها بزرگتر بود و در جنگ خندق هم شرکت کرده بود، اینها هیچ کدوم از این مواهب رو در نظر نگرفت. خب ما یکی دو نقل رو بخوانیم چون اهمیت دارد، برای اینکه بدانیم این افراد از همان کودکی دارای یک حقی از بیت المال بودند که بعداً تبدیل شده به ثروت برای اونها. خب اولین نقل بلازوری آورده در فتوح البلدان که به شرح فتوحات اسلامی پرداخته. من از اون قسمت مربوط به ایرانش که آیه آذرنوش اون رو تهیه کرده نکته رو میخوانم. در صفحه 351 این کتاب اشاره میشه که فرزندان جنگجویان بدر را 2000 درهم داد، لکن وظیفه حسن و حسین را به سبب نزدیکی به رسول خدا مانند وظیفه پدرشان 5000 درهم مقرر کرد. یعنی همون عمری که شیعیان معتقدند که قاصب بوده و چنین و چنان میکرده، میبینیم که آمده و برای فرزندان فاطمه یک سهم بسیار بیشتری رو در نظر گرفته. همین رو طبری آورده با شرح بیشتر که در این شرح هم اشاره میشه. برای عباس مقرری معین کرد و از او آغاز کرد، آنگاه برای جنگاوران بدر 5000 مقرر کرد، برای مسلمانان پس از بدر تا حدیبیه 4000 مقرر کرد. و بعد ادامه میده، 4 تن از غیر بدریان را، یعنی حسن، حسین، ابوذر و سلمان به بدر پیوستند. یعنی خب ما میدونیم ابوذر بنابر مأموریت پیامبر اسلام نبود، سلمان هم آن زمان به دلیل اینکه هنوز برده بود و نتوانسته بود بیاید به دامان اسلام، ولی خب او هم شرکت نداشت در جنگ بدر. اما سلمان در فتح ایران خدمات زیادی به نیروهای اسلامی کرد، حالا ما میتونیم اونها رو خیانت بدانیم یا هر تعبیر دیگری، ولی او در دامان ایدئولوژیش فعالیت میکرد و اگر روزی فرصت بشه حتما به ایدئولوژی اسلامی خواهیم پرداخت که در این ایدئولوژی ملیت معنا نداره، یعنی شما در دامان اون عقیده و آرمانت تعریف میشی، هویت پیدا میکنی. یعنی اینکه ما سلمان فارسی رو خائن میدانیم به این دلیل است که با یک نگاه امروزی، یک نگاه ملی‌گرایی به داستان نگاه میکنیم که چگونه یک انسانی که در ایران رشد کرده به دنیا آمد، خانواده او، عشیره او، نزدیکان او همه از ایران هستند، به مردم خیانت کرده. ولی او وقتی مسلمان میشه یاد میگیره که در دامان اون ایدئولوژی باید زندگی بکنه. به همین دلیل است که این ایدئولوژی ها اخلاق سازمانی رو بر هر چیز دیگری برتری میدن. ما اگر به صدر اسلام برگردیم میبینیم بسیاری از کسانی که مسلمان شدن حتی بر روی پدر خودشون شمشیر کشیدن، حتی بر روی مادر خودشون شمشیر کشیدن، برادران خودشون رو کشتن. شما در جنگ بدر که الان ما از اون به عنوان معیاری استفاده کردیم که دیدیم عمر افراد رو طبقه طبقه کرده، به این دلیل اهمیت دارد که اولین جنگ بزرگ اسلامی است، هرچند قبل از اون هم پیامبر اسلام برای گرفتن و غارت کاروان ها افراد زیادی رو فرستاده، موفقیت هایی هم داشتن مثل سریه عبدالله ابن جحش، ولی در جنگ بدر هست که بسیاری از نیروهای قریش که خانواده پیامبر اسلام هستند میآیند و در منطقه بدر با نیروهای اسلامی می جنگن به دلیل حفاظت از کاروانشون. و در اونجا شما صحنه هایی رو می بینی که یک برادر بر علیه برادر خودش شمشیر میکشه، او رو میکشه به دلیل اون ایدئولوژی، اعتقادی که در اون آمده که شما برادر شما فقط کسی است که مسلمانه.
اینکه مسلمانان برادر هم هستند و در قرآن آمده، اینکه اسلام پیوندها را پاره کرده است، اینکه اسلام قلبها را دگرگون کرده، حاصل همون تفکر ایدئولوژیک. بنابراین اشاره میکنه که ابوذر خب نبود، سلمان هم نبود، اما به دلیل اون خدماتی که به اسلام داشتن در زمان عمر، به خصوص در فتح ایران برای شخص سلمان، خب ویژگیهایی رو برای او در نظر گرفت. اما برای حسن و حسین هم به همان اندازه پدرشون مقرری تعیین کرد و این مسئله بسیار مهمی است. در صفحه 1796 از جلد پنجم کتاب تاریخ طبری، همین مسئله سبب شد که بعدها حسن و حسین داره ثروت بشن و از مواهب بهره‌مند شده بودن. 10 سال دوران عمر، 13 سال دوران عثمان و بعد در دوران پدر، و این سلسله نظام‌های مالیاتی وجود داشت تا زمان معاویه که دیگه بخشش‌های او به خانواده علی بسیار بیشتر از حد معمول بود، حتی به 1,000,000 درهم هم میرسید که حالا ما اینها رو در ادامه خواهیم خواند. بنابراین اونها داره ثروت می‌کنه. این که فکر می‌کنی اونها شامی نداشتن بخورن، غذایی نداشتن بخورن و از این تعابیری که بعضن به کار رفته بسیار مضحکه. شما اگر به فاتحان ایران نگاه بکنی، خب اونها این سرمایه های عظیم ایران رو بردن، بسیارشون کنیز داشتن، برده داشتن، موالیان متعدد داشتن، اراضی مختلف داشتن، بنابراین بی ثروت نبودن. اما نوع سبک زندگی اونها همین گونه بود، یعنی اغذیه اونها، اشربه اونها و چیزهای مختلف اونها خیلی ساده بود. و امروز هم شما در کشور خودمون و جای دیگر میبینید کسانی که ثروتمندن اما نوع غذا خوردنشون، نوع پوشششون چندان ممکن مناسب یا در تناسب با اون ثروتشون نباشه. اما آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی در مورد حسن میخواد مطلبی بنویسه، خب میخواد به این پرسش پاسخ بده، چون در ابتدای اون کتاب آمده که حسن دارای ثروت زیادی بوده، زنان متعددی گرفته و اینا. این بخش مربوط به ثروتش رو ایشان در پاورقی کتاب خودش آورده در صفحه 359 کتاب تاریخ خلفا. ایشان اشاره میکنه در اینکه امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین، یعنی حسن و حسین، بیش از همه مردم تعیین شده بود، همچنین موقوفات وسیعی که از امام علی در اختیار امام حسن قرار گرفته بود، زمینه این ثروت را فراهم کرده بود. خب ما میدونیم همون موقوفاتی هم که به علی ابن ابی طالب داده شده بود همه زمانی بود که زمان عمر بود. مثلا عمر برای اینکه ام کلثوم دختر علی رو به همسری بگیره، یک بخشی از اراضی رو در منطقه ینبو در اختیار علی قرار داد، حتی زمینهایی از زمان پیامبر به اونها رسید. بعد از جنگ خیبر ما میبینیم که پیامبر اسلام میاد و به برخی از نزدیکان خودش در بنی هاشم بار شطور خرما، زمین و انواع اقسام اینها میده. اون داستان معروف فدک یکی از همون مسائلی است که در زمان جنگ خیبر رخ داد. یعنی بنابراین اینها سعی میکردن از دل این غنایم خب ثروتی داشته باشن، اراضی داشته باشن و البته در کنارش وقف هم میکردن، به فقرا و به دیگران کمک هم میکردن. و این مختص علی نبود، بسیاری از صحابه پیامبر اسلام هم همین کارو میکردن، یعنی به فقرا یا به افراد دیگر هم کمک میکردن. اما مسئله بر سر اینه دوستان که این مال مالی است غارت شده از اموال مردم سرزمین های دیگر. مثل اینکه من بانکی رو سرقت کنم بعد بیاورم و بخشیشو بدم به فقرا. خب در نظر بسیاری از افراد این کار غیر اخلاقی است. شما منشأ پولت یک پولیست حاصل تهاجم از سرزمین های دیگه، حالا میایید به فقرا کمک میکنید یا به افراد دیگر کمک میکنید، آن پول پول زحمت شما نبوده، پولی بوده که جهادگران رفتن در جاهای دیگه جهاد کردن یا شما اصلا جهاد کردید، مردم رو گردن زدید، زنان رو به بردگی گرفتید، به کنیزی گرفتید، حالا آوردید در بازارهای مختلف در مکه، مدینه، نجران، در یمن، در شامات فروختید و با اون پول ارتزاق میکنه. بنابراین دوستان شیعه جوری سخن میگن که اینها اهل بخشش بودن، گویی
از اموال پدری خودشون بخشش میکردن، در حالی که نه، ابو طالب شخص فقیری بود، ثروت نداشت. به همین دلیل زمانی پیامبر اسلام و عباس به نزد محمد میرن و علی رو محمد میگیره و جعفر رو عباس به خانه میاره که یه کمی از اون هزینه های ابو طالب کم بکنه. پس پدر علی ثروتی نداشته که به او به میراث برسه. برادر او عقیل هم که از او بزرگتر بود، دیدید وضع مالیش چندان خوب نبود، تا اینکه بعدا معاویه خب برای او کارهایی انجام میده. بنابراین ها اموال سرقت مردم بوده. ما وارون نمایی ایدئولوژیک یعنی همین که ما این بخشش رو توضیح نمیدیم، فقط میگیم که اینا اهل خیرات و مبرات و دیگر خدمات بودن به فقرا. پس این مسئله بسیار مهم است. در دوران انتهایی عمر و عثمان، خب دیگه حسین و حسن به سنی میرسن که میتوانند در جهاد شرکت کنند. جهاد یک امر مقدسی است در اسلام. وقتی این افراد طبق منابع تاریخی در جهاد شرکت میکنن، بخشی از جهاد اونها در سرزمین های ایرانه، در مناطقی که هنوز فتح نشده. امروز ما وقتی اینها رو میخوانیم، برای مبلغان اسلامی اسباب دردسره که بگن امامان ما در جنگ با ایرانیان شرکت کرد، افراد ما رو کشته، زنان و کودکان ما رو برده گرفت. خب چه بکنیم؟ بیاییم و بگوییم نه خیر، اصلا اینها در جنگ ها شرکت نکردن، حتی موافق جنگ نبودن، حتی کار به جایی رسیده که این ایدئولوگ ها اشاره میکنن که اصلا اینا موافق جنگ نبودن. این جنگ ها توسط عمر و عثمان غاصبانه صورت گرفت، جنایتکارانه بود و امامان ما اصلا با این داستان ها سر سازگاری و موافقت نداشت. حالا ببینیم چقدر این حرفا درسته، چند اندازه قابل راستی آزمایی است. اول این مسئله این که جهاد در قرآن یکی از مهمترین ویژگی های مؤمن، یعنی کسی که در راه خدا با مال و جانش جهاد میکنه، جهاد با کفار، جهاد با مشرکین. در آیه 29 توبه حتی با اهل کتاب، یعنی مسیحیان و یهودیان، که شما با اونها جهاد بکنید که اونها با خفت و خاری با دست خودشون به شما جزیه بدن. جزیه یعنی پولی که از جزاست، از فدیه است، که اگر ما شما رو نمیکشیم به خاطر اینکه تحمل میکنیم دینتون رو، باید به ما یک پولی بدهید و اونا با خفت و خاری بدید، که اساسا با مالیات خیلی متفاوته. اگر روزی در مورد احکام اسلامی سخن بگیم حتما به این مسئله خواهیم پرداخت. بنابراین جهاد در اسلام یک امر کاملا محترمی است و چگونه شما میتوانید دست از جهاد بردارید. پیامبر اسلام بارها سریه هایی رو فرستاده، افراد عادی رفتن جنگیدن. بنابراین مسئله جهاد چیزی نیست که حسینی که میگه امر به معروف میخوام بکنم از این معروف غافل باشه، طبیعیه که در جهاد شرکت بکنه. دومین مسئله وعده هایی است که پیامبر اسلام داده. یعنی اگر فرض کنید عمر به ایران حمله کرده، این ادعا رو اگر داشته باشید که روی صحبتم با دوستان شیعه هست که میخوان ساحات این ائمه رو پاک کنن از اینکه ما به ایران حمله کردیم یا نه، باید توجه داشته باشید که این کار عمر یه کار شخصی نبوده، بلکه پیامبر اسلام وعده های کسب گنج های ایران و روم رو داده بود. و این رو شما در سنت پیامبر در بسیاری از روایات میبینید. این وعده‌ای که پیامبر داده یک وعده صادق یا کاذب؟ طبیعی است که شیعیان و مسلمانان معتقدند این وعده صادقه. حالا اگر امروز صدقش مشخص نیست، فردا مصداقش مشخص خواهد شد. عمر هم مجری فرامین پیامبر اسلام بود. از فتح گنج‌های ایران و روم یک امر مذموم نبود که عمر خودسرانه انجام داده باشه. وعده‌ای بود که پیامبر داد، اما در زمان عمر و عثمان محقق شد. در کنار این مسئله، شیعیانی که معتقد هستند علی ابن ابی طالب نقشی در این داستان ها نداشته، باید پاسخ بدن به این مسئله که چگونه علی سعی کرده با عمر و با عثمان مشاوره کنه برای فتح سرزمین های دیگه. اگر استدلال این باشد که علی در جنگ شرکت نکرد، یعنی پای خودش رو به ایران ننهاد،
لذا در جنگ شرکت نکرده، خب باید بپذیریم عمر هم در جنگ شرکت نکرد، عمر هم هیچگاه به ایران نیاد. اتفاقا یکی از کسانی که به عمر گفت به ایران نرو علی ابن ابی طالب بود. حالا من نمونهش رو خواهم خواهد. همینطور طلحه، همینطور زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، بزرگان صدر اسلام مثل عثمان، هیچ کدومشون به ایران نیامد. این سیاست عمر بود. یعنی عمر سیاستش این بود که صحابه بزرگ رو در مدینه کنار خودش می نشاند که از مشاوره اونها استفاده بکنه. اونایی هم که تمایل داشتن در جهاد شرکت بکنن، عمر به اونها میگفتش که نه، همون زمان که در خدمت رسول الله جهاد کردید همون کافیست برای شما. حالا سیاست هایی داشت عمر که مردم متفرق نشن، متشدد نشن و اینا. تا زمانی که در نبرد جسر یا پل ابو عبیده ثقفی کشته میشه، سپاه اسلام در حال شکسته و وقتی خبر به عمر میرسانن، سعد بن ابی وقاص رو مأمور میکنه که تو برو به سمت ایران، که سعد خب یکی از اون صحابه برجسته است. یعنی حتی حضور سعد بن ابی وقاص هم به نوعی حاصل یک شکست بود و برای اینکه سپاه اسلام رو بتونه جمع کنه او رو فرستاد. بنابراین اینکه علی در ایران نیامد موجه نیست، خیلی از صحابه به ایران نیامد، اما موافق جنگ بود. یعنی در اتاق فکرهای جنگ اینها مشاوره بود. حالا ما نگاه بکنیم به برخی از این اسناد. ابن اسم کوفی در کتاب الفتوح که به فتوحات منطقه ایران هم میپردازه با تمرکز بر این مناطق، اشاره میکنه در زمان ابوبکر که بحث حمله به شامات مطرحه، چون میدونیم ابوبکر سه لشکر تهیه میکنه برای حمله به شامات، یکی رو به دست یزید بن ابی سفیان میده، برادر بزرگ معاویه، یکی رو به دست عمرو بن عاص میده و دیگری رو به دست شرحبیل بن حسنه. حالا برخی ها خالد بن ولید رو هم آوردن، ولی مقصود این است که از زمان ابوبکر آغاز شد این داستان. حالا ببینیم نقش علی در این داستان چیست. ابن اسم کوفی شرح گزارش مشاوره بزرگان اسلام رو داره به ما میده. میگه امیر المؤمنین عمر، عثمان، طلحه، زبیر، سعد، سعید و ابو عبیده هر یک رأی زدن و حکایتی گفتن. آنگاه صدیق، منظورش ابوبکر، روی سوی امیر المؤمنین علی علیه السلام کرد و گفت یا ابوالحسن، بیار تا تو موافق کدام رأی، یعنی منظورش اینه که تو موافق جنگی یا مخالف جنگی، و بگو تا چه فرمایی. علی علیه السلام گفت اگر لشکر فرستی به فتح و ظفر واثق باشی، یعنی اگر سپاه بفرستی پیروز میشی، و اگر خود روی به نصرت ایزدی اعتماد کن که در هر دو حالت همه کارها بگشاید و فتح و ظفر قرین گردد. علی داره بعدی پیروزی میده، میگه اگر حمله کنیم پیروزم خواهیم شد. صدیق گفت یا ابوالحسن، ولی بگویی که این از کجا میگویی؟ میگه دلیل چیه که اینقدر با قاطعیت صحبت میکنی که اگه ما حمله کنیم پیروز میشیم؟ حالا ببینید علی چه میگه. گفت من از پیغمبر صلی الله بارها شنیدم که فرمود همیشه دین اسلام بر جمله ادیان غالب باشد تا روز قیامت و قیام ساعت. پس ای خلیفه بشتاب و فرصت دریاب و در این کار ثابت قدم باش که خدای عز و جل تو را بر مرتدان ظفر دهد و بر کفار روم و غیر ایشان نصرت بخشاید. خب شما میدونید کفار روم هم مسیحی‌ها بودن. اینا برای ما ایرانیانی که در سنت عبری هم نبودیم، از نظر اینا مشرکتر بودیم، کافرتر بودیم. حالا اینا نظرشو با اهل کتاب اونها هم کفار میدونن، یعنی کفار ذمی هن. صدیق گفت ای ابوالحسن، مرا بدین حدیث شاد کردی، خدای عز و جل تو را به زیادت درجات در بهشت شاد کند. پس روی به یاران آورد و گفت ای مسلمانان، این مرد وارث علم پیغمبر است. البته این تعابیری است که ابن اسم چون شیعه هست و علاقه داره به علی، اینها را هم اضافه میکنه، حماسی ترش میکنه. هر که در صدق او به گمان بود بی گمان منافق باشد. مرا از سخن او در جهاد روم جد و حرص بیفزود. یعنی علی کاری کرد که من اگر دو دل هم بودم برای حمله به کشورهای دیگه، الان دیگه دو دلم نیستم که خیالم راحته که حمله میکنم. و دل من عظیم شاد شد
اکنون در این کار سائی باشید و کمر جد و جهد ببندید. صفحه 55 کتاب الفتوح ابن اعصم کوفی. همین تعبیر در یک جنگ دیگری دوباره به کار میره. ابن اعصم همین مسئله رو دوباره آورده در مورد جنگ نهاوند در منطقه ایران. چون نوشته عمار یاسر به امیر المؤمنین رسید، عمار یاسر از همین شیعیان مخلص علی است، در فتوحات ایران شرکت کرده، همین عماری که دیدید در سریال امام علی و انواع اقسام اینها از او یک فرشته میسازن، یکی از کسانی است که بسیار از اسرای ایرانی رو گردن زد. ما در برنامه علی کیست و چگونه زیست که نزدیک 24 جلسه رو ارائه کردیم و در کانال تلگرامی من هم هست، نشان دادیم که این شیعیان علی در فتوحات ایران چه کردن. اما ریاسر به عمر پیغام میده که آقا ایرانیان جمع شدن، یک نیروی زیادی فراهم کردن و ما تعدادمون کمه، شما هم یک نیرویی به کمک ما بفرست و خودت هم تشریف بیار برای اینکه ما قوت قلب بگیریم. حالا ادامه میده. چون نوشته عمار یاسر به امیر المؤمنین رسید، منظورش از امیر المؤمنین عمر، و بر مضمون آن وقوف یافت، از غایت غضب لرزه بر او افتاد که چرا ایرانی ها جمع شدن که تازه از سرزمین خودشون دفاع کنن. پس برخاست و به مسجد رسول خدا آمد و منادی کرد که مهاجر و انصار جمع شدن. خب همه جمع شدن، این بزرگان اسلام. پس امیر المؤمنین عمر روی به جانب علی ابن ابی طالب آورد و گفت یا ابوالحسن، تو هم در این باب رأی بزن و بگوی هرچه صلاح مسلمین است. علی گفت ای خلیفه رسول خدا، تو را نیکو معلوم است که چون خدای تعالی خیش را عزیز کرد و بر این امت فرستاد، یعنی پیامبر خیش را عزیز کرد و بر این امت فرستاد، با او یاری و دیناری نبود. یعنی زمانی که پیامبر اسلام اومد هیچ نداشت، نه پول داشت نه نیروهای زیادی داشت، ولی خداوند به او یک وعده ای داده، باری سبحانه او را یاری داد و پشت او را به یاران یک دل قوی گردانید و رعیت دین بلند ساخت، کارهای دشوار را آسان کرد و سروران و جباران روزگار را گردن فرو شکست و انواع فتوحات و شادمانی رویده. امیر المؤمنین را در این مهم، منظورش حمله به ایران، خوشدل می باید، یعنی شما نگران نباش، این اتفاقا چیز خوبی است، و به نصر و ظفری که خدای تعالی مؤمنان را وعده کرده است واثق می باید شد. پس دیدید اون وعده ای که ما اشاره کردیم اینجا هم هست، یعنی در لسان علی هم جنگ با ایرانیان وعده خداست و باید محقق بشه و ایرانیان رو خار و زبون بکنیم. این ساعت امیرالمؤمنین را مهم می افتاده که کفایت آن از لوازم است، هر کس در آن باب رأی داده و امیرالمؤمنین را رأی ایشان موافق نیامده. مرا چنان به خاطر می آید که این ساعت لشکر شام را از شام و لشکر یمن را از یمن باز خواندن ثواب نباشد. چون یه عده‌ای گفتن حالا که تعداد ایرانیان زیاده، شما اون قسمت از لشکر روم رو فرا بخون، اون قسمت از لشکر یمن رو فرا بخون، اینا رو به شکل مجتمع بفرست به ایران. علی میگه نه، این کارو نکن، چون اگه از اون سرزمین ها عقب بنشینی، مردم اون سرزمین ها میهن خودشو پس میگیرن. اما همین نیروی مربوط به ایران رو به نوعی کمک بکن که اونها بتونن ایرانی ها رو شکست بدن. بعد اشاره میکنه که آن که میگویند امیر المؤمنین به نفس خیش حرکت فرماید، هم از مصلحت دور باشد. میگه تو هم نرو، چون اگر تو بری ایرانیان با قدرت بیشتری مقابله میکنن، میگن آقا کل عقبشون اومده به جنگ، بذار اونها فکر کنن که ما هنوز یک نیروی قوی در مدینه داریم. امیر المؤمنین عمر گفت ای ابوالحسن، نیکو فرمودی، رأی و اندیشه تو صواب است، یعنی درست. دل من چنان میخواهد که من اینجا باشم و اهل بصره و اهل کوفه در این کار قیام کنند. و بعدم ادامه میده که گروه های سومی را هم تهیه بکنه از طریق بصره و جاهای دیگه بفرسته. چون امیر المؤمنین عمر سخن علی ابن ابی طالب شنید و مصلحت او در آن باب را صواب بدید و به غایت بپسندید، او را ثناها بگفت و گفت ای ابوالحسن، خدای سبحان تو را بیامرزد و بر تو کرامت کناد که مرا به راه راست رهنمون کردی. راه راست یعنی حمله کنیم به ایران.
غنایم رو بگیریم، کنیز و برده و اینها رو بگیریم، راه راست. اکنون یکی رأی ببین که مردی که بدین کار قیام نماید و متکفل این مهم شود و تو و مسلمانان دیگر را پسندیده آید کدام باشه. بگه فرمانده لشکرم تو تعیین کن کی باشه. علی که معدن علم و مرکز فضل بود گفت مردی که کفایت این مهم لایق حال او باشد نعمان ابن مقرن مزنی است. عمر چون از علی نام نعمان مزنی بشنید از جای برخاست و بر علی آفرین ها گفت. اصحاب و یاران نیز بپسندیدند و او را ثناها بگفتند. پس قیام این مهم قرار بر نعمان یافت. در صفحه 234 کتاب الفتوح از ابن اسلم پس میبینید علی یکی از فرماندهان بزرگ جنگه، جزء مشاوران عمر هست در این کار. و اینکه ما اشاره میکنیم علی نیامده به ایران مهم نیست، خیلی از فرماندهان جنگ در اتاقهای جنگ میشینن و اون جنگ رو هدایت میکنن. همین مسئله رو آقای مکارم شیرازی در کتاب شرح نهج البلاغه خودش به عنوان پیام امیرالمؤمنین در دو سه جا ذکر میکنه. یکی در خطبه 134 هست که اون پیشنهاد علی به عمر که شما در مدینه بمان نرو در ایران اون رو آورده. و بعد نکته جالبی که آقای مکارم میگه اینه که در ذیل خطبه 146 که باز هم مشاوره علی با عمر در جنگ با ایرانیانه، آقای مکارم شیرازی اینگونه مینویسه: این خطبه به خوبی نشان می‌دهد که علی علیه السلام آنجا که پای مصالح اسلام و مسلمین در میان بود حتی به مخالفین خود نیز کمک می‌کرد. یعنی آقای مکارم میگه درسته عمر ایشون اینجوری میگه که عمر مخالفه با علی بوده، در حالی که می‌دیدیم خب مخالفت‌ها وجود داره دیگه، بین دو برادر هم مخالفت وجود داره، اما یه اصول مشترکی وجود داره که این دو برادر مخالف در کنار هم هستن، دشمن نیستن. بین عمر و علی هم همین گونه بود، بین عمر و ابوبکر هم همین گونه بود، بین علی با ابن عباس هم همین گونه بود. شما نباید فکر کنید که علی با همه دوست بوده، فقط با عمر مشکل داره. نه، این روابط افراد بود در درون قبیله و گروه های مختلف، اختلاف هم داشتن، اما چون پای ایدئولوژی به میان میاد یعنی اسلام، شما دیگه اون اختلافات رو کنار میذاری. جهاد یک دستور شرعی و ایدئولوژیه. برای همین علی شرکت میکنه و مکارم شیرازی داره میگه که علی جایی که پای مصالح اسلام در میانه مهم نیست که به ایران حمله بکنن یا نکنن. این خیال پردازی ما ایرانیانه که فکر میکنیم علی و فرزندان او ما ایرانیان رو دوست داشتن. نه عزیز من، کدام دوستی؟ کدوم مبدن؟ ما به شکل جزئی وارد جنگ هاشون نشدیم، اما اینها رو در کتاب های فتوح میتونید به راحتی ببینید. فتوح البلدان بلازری، الفتوح ابن اعصم کوفی، اخبار و طوال دینوری، خیلی کتاب های دیگه. آقای مکارم داره میگه حتی به مخالفین خود نیز کمک میکرد، مبادا کمترین آسیبی به حوزه اسلام برسن. مشخص شد که عزیزانی که صحبت میکنن که علی ممکنه در جنگ ایران نیامده باشه چنین نیست. بعد آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفای خودش، بخشی که مربوط به عمر هست، به همین مسئله اشاره کرده. میگه عمار خبر این لشکر را به عمر نوشت، یعنی همون چیزی که ما در ابن اعصم کوفی در الفتوحش خواندیم. آقای رسول جعفریان از روحانیون هم هست، آقای دکتر رسول جعفریان، و تألیفات گسترده‌ای هم در حوزه تاریخ اسلام داره. اون خبر رو تایید میکنه، میگه اون چیزی که عمار یاسر نوشت به عمر داد، اون نیز بر فراز منبر از مردم خواست تا عازم عراق شوند. در آنجا عثمان از عمر خواست تا لشکر مسلمانان را از یمن و شام به عراق بفرستد، به علاوه خود خلیفه هم عازم عراق شوند. اما امام علی علیه السلام با این پیشنهاد مخالفت کرده و فرمود این اقدام باعث می شود تا رومیان به شام حمله کنند، با آمدن سربازان مسلمان از یمن نیز خطر تهاجم حبشی ها وجود دارد. امام با سفر خود خلیفه نیز به این دلیل که ایرانی ها با شنیدن حضور شاه عرب
به شدت بیشتری خواهند جنگید مخالفت کرد. پس ببینید استراتژی علی این بود که عمر تو نرو، آنجایی هم که فتح کردیم نیروها رو بیرون نیار، اما نعمان ابن مقرن مزنی رو بفرستیم به همراه بقیه لشکر از بصره که با ایرانیان بجنگن. پس میبینیم که کاملا حضور علی در اون اتاق جنگ مسلمانان وجود داره. در کنار این شما میبینید غنایمی که به دست میاد از فتوحات اسلامی بخش زیادی از اون رو هم به علی میدن. طبری نمونه های زیادی آورده از فرش بهار کسرا که آوردن به مدینه، و خب چون این فرش بسیار عظیم بود و جایی هم نداشتن که این فرش رو در اون قرار بدن، بنابر پیشنهاد خود علی اون فرش رو قطعه قطعه میکنن و به هر کدوم از این مسلمانان قطعه از اون فرش رو میدن که خود علی هم از آن سهم برد. علی از زنان کنیز هم که در این جنگ ها اسیر شدن سهم برد. خوله که دختر جعفر ابن قیس حنفی است که محمد حنفی از او به دنیا میاد که بعدن فرقه کیسانیه و گروه های دیگر به نوعی پیروان او هستند، مثل مختار ابو عبید ثقفی و دیگران، فرزند یک زن کنیزه که به اسارت گرفته شده حالا در زمان ابوبکر توسط خالد ابن ولید. اینا رو به عنوان برده و کنیز می آوردن در مدینه، یک کنیز رو هم به علی ابن ابی طالب دادن. صحبا دختر ربیعه، او هم جز زنانی است که در دل این جنگ های دوران فتوحات خلفا به کنیزی گرفته شده و تحویل علی داده شد. و اگر این جنگ ها مشروع نبود چطور شما از اون غنایم بهره بردید؟ ما دیدیم در دیوان عمر حسن و حسین سهم بسیار زیادی داشتن. هیچ کجا هم نیامده که علی مدعی باشه که اینها غیر شرعی است، ناعادلانه است. نه خیر، سهمشون رو هم میگرفتن و هیچ مشکلی هم نبود. بنابراین اهمیت جهاد و حضور علی به عنوان مشاور رو دیدیم. حالا برمیگردیم به داستان حسین. نقل های تاریخی نشان داده که حسین ابن علی و حسن هم در فتوحات ایران شرکت داشتن، جایی که دیگه تقریبا بزرگ شدن و دیگه میتونن در جنگ ها شرکت کنن. بلازوری این نقل رو آورده که در سال 29 هجری سعید، یعنی منظور سعید ابن عاص، به جنگ طبرستان رفت، چون آنجا هنوز فتح نشده بود طبرستان. گویند که حسن و حسین فرزندان علی ابن ابی طالب علیه السلام نیز با وی بودند. پس سعید تمیسه و سپس نامه را که غریبه‌ای بود گشود و با شهریار گرگان در مقابل 200,000 درهم صلح کرد. برخی گویند شهریار 300,000. بعد ادامه میده که گروهی بودند که یا صلح میکردند یا میجنگیدند. اما اصل نقل این است که حسن و حسین در فتح طبرستان شرکت کردند، در یک جایی جنگیدند، در یک جایی هم با صلح فتح شد، در صفحه 183. همین نقل رو طبری آورده. سعید ابن عاص به سال 30 از کوفه به منظور قضا آهنگ خراسان کرد. حذیفه ابن یمان و کسانی از یاران پیامبر خدا با وی بودند. حسن و حسین و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عمرو ابن عاص و عبدالله ابن زبیر نیز با وی بودند. در صفحه 2116 در جلد 5. این هم نقل دیگری است. همین نقل ها رو هم آقای زین العابدین رهنما در کتاب خودش آورده، یعنی جایی که نشان میده حسنین در این فتوحات شرکت داشتن به عنوان یک وظیفه شرعی. بعدها هم در دوران معاویه هم همین مسئله رخ داد، یعنی در فتح قسطنطنیه که سپاهی رو اعزام میکنه اتفاقا معاویه به فرماندهی یزید، ابن عساکر و دیگران در تاریخ دمشق آوردن که حسین هم در اون سپاه حاضر بود. البته آن زمانی که حسن فوت کرده بود در سال 49، ولی بعد از اون که حسین زنده بود در این فتوحات بود. حتی ابن خلدون هم آورده که حسن و حسین در نبرد افریقا شرکت داشتن. و خب طبیعی است دوستان، مسئله بر سر اینه که اونها برای ایدئولوژی میجنگیدن، برای اونها ملیت مصری و شامی و سوریه ای و ایرانی ملاک نبود. اونها برای نشر اسلام در جهاد شرکت میکردن، از غنایم هم بهره های فراوان بردن.
و حالا ما بعد در داستان مربوط به شهربانو و مسائلی از این دست به این مسائل اشاره خواهیم کرد. بنابراین تا به اینجا دیدیم که در فتوحات اسلامی اونها شرکت داشتن و این بخشی که شیعیان سعی میکنن نشان بدن دستان و شمشیر آل علی و خود او به خون ما ایرانیان آلوده نیست، این گونه نیست. علی ابن ابی طالب بنابر اقوال تاریخی بسیاری از قریش رو کشت، قریشی که خانواده او بودن. در خطبه در نهج البلاغه هست که اشاره میکنه در نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این قیشاوند کشی ما را نمی آزو چون بر ایمان من میافزو. کسی که برای اون ایدئولوژی عمو، پسر عمو و نزدیکان خودش رو میکشه، آیا در برابر همان ایدئولوژی که داعیه فتوحات داره نسبت به خون ایرانیان پرهیز داره؟ یک نگاه دیگر داره. بنابراین با توجه به اتمام برنامه تا همینجا نشان دادیم که در دوران خلفا نقش حسنین و علی چه بوده، تا کمی برای ما روشن بشه که این افراد در دامان ایدئولوژی پرورش پیدا کردن، برای نشر اسلام کار میکردن. در ادامه در برنامه بعد وارد بخشای دیگری از زندگی حسین خواهیم شد که بتونه به ما کمک بکنه هدف از قیام او چه بوده و به دنبال چیست و ما ایرانیان تاوان چه خطای تاریخی رو پس میدهیم و متاسفانه مسائل علمی تاریخی ما تا چه اندازه دستخوش نگاه ایدئولوگ ها و افرادی شده است که سعی کردن در هر بزنگاهی برای برخی افراد یک مشروعیت کاذبی رو ایجاد کنند. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و تا نوبتی دیگر که به ادامه این برنامه خواهیم پرداخت، بدرود و فرمشید.